السلام عليكم ورحمة الله. لعل مدينة أصفهان الساحرة وصفت بنصف العالم بتاريخها وعظمتها وعراقتها ومكانتها على الخارطة السياسية والسياحية والاقتصادية وحركتها العمرانية اللافتة بتطورها وأصالتها. هي حيث الإنسانية تجدد نفسها، حتى بات من الطبيعي أن نطلق على أصفهان جوهرة التاج الإيراني. من جامعة أصفهان للفنون نتحدث عن فن العمارة وتاريخ المدينة من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. لعل أصفهان تلك المدينة المدهشة بتاريخها المثير وفنها المعماري الاستثنائي والآسر تبقى المقصد الرقم واحد للسياحة في إيران وفي الجوار. ولعل جامعة أصفهان للفنون التي كانت تعمل تحت اسم جامعة الفارابي قبل عام 1978، ثم أصبحت الحرم الجامعية لجامعة الفن والتي مقرها طهران، تم فصلها وأصبحت مستقلة في عام 99. ويضم حرمها الجامعي بعضا من أقدم المنازل في أصفهان ومعظمها من الحقبة الصفوية، وتنتشر مباني الجامعة في نقاط كثيرة من المدينة ومعظمها مواقع تاريخية قديمة، وهي تضم عددا من الكليات باختصاصات متنوعة مثل كلية الحفظ والترميم والآثار وكلية العمارة والتخطيط العمراني وكلية الفنون البصرية والتطبيقية وكلية الفنون الإسلامية والحضارات وكلية ريادة الأعمال الفنية. دكتور محمد مسعود، الأستاذ في الهندسة المعمارية والتصميم والتطوير الحضري ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة أصفهان للفنون، يحدثنا أكثر عن تاريخ المدينة. در قرن 17 ميلادي 11 هجري قمري بود که نقطه عطفی در تاریخ این شهر پدید آمد، به این صورت که شاه عباس یکم از شاهان صفوی اصفهان رو برای سومین بار به عنوان پایتخت کشور ایران انتخاب کرد. این انتخاب استراتژیک به خاطر دشمن‌هایی بود که در شرق ایران و در غرب ایران وجود داشتند و او برای در امان موندن از این شرایط ویژه اصفهان رو که شهری مرکزی انتخاب کرد و دشت اصفهان تبدیل شد به یک باغ شهر، زیرا او تصمیم داشت در برابر پایتخت زیبای عثمانی ها و شهرهای زیبایی که در هند بود پایتختی بس شکوهمند ایجاد کند. و وقتی که به اصفهان اومد با مشاورین خودش مثل شیخ بهایی، تصمیم گرفتند که مرکزیت شهر اصفهان رو به سمت جنوب به عنوان یک سیاست توسعه شهری انتقال بدهند. این سیاست بخردانه به این علت بود که بتواند از مزایای رود زاینده رود، امکانات طبیعی زمین و آب و هوای مناسب برای ایجاد باغ شهر، چیزی که در گذشته تاریخی این سرزمین به عنوان پردیس وجود داشته است و ضمناً بر همان چیزی که در اسلام و در قرآن کریم به عنوان بهشت روی زمین نام برده می شود، شهری را ایجاد کند که در واقع باغ شهر باشد. و به همین منظور در واقع هسته نخستین شهر اصفهان که اون رو نگین شهرسازی اصفهان مینامیم به نام میدان نقش جهان ایجاد شد. یکی از بزرگترین میدان‌های جهانی هست حتی که نماینده چهار عنصر جامعه ایرانی دوره صفوی است که در قالب ساختمان‌هایی که پیرامون این میدان شکل گرفته‌اند نمایان شدند. شما در واقع دین رو در قالب مسجد، بازار رو در قالب اقتصاد رو در قالب بازار، شرایط اداری رو، کاربری اداری رو در قالب کاخ آل قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله به عنوان یک مرکز فرهنگی و آموزشی اینجا بنا نهاده شدن و بدین سان
شهر اصفهان رو به توسعه نهاد. The Safavid dynasty, as you said, sir, actually, you know, Shah Abbas, he rerouted the Silk Road and he made it pass through Isfahan after he made it the capital of the dynasty. It left fascinating architecture and it is called the city's golden age, this dynasty. By what can you define the exquisite architecture we see today in Isfahan? از ویژگی های معماری این شهر که میتونیم اون رو در قالب مکتب اصفهان نام ببریم، زیرا هم مکانمند بود، هم زمانمند بود و هم باورمند. ویژگی شفافیت، سبکی و پیدایش نور در معماری، معنویتی که به معماری تلالو زیبایی میداد و اون رو متمایز میکرد از دورهای معماری گذشته ایران. بناهای این دوره بسیار با شکوه بلند، بسیار سبک، شفاف و در واقع برخلاف پنداشت بسیاری از نقشه ها و سازه بسیار روانی و ساده‌ای برخوردار هستند، اما شکوه و عظمت را به همراه دارند، نه به گونه ای که انسان را تحقیر کند، بلکه به انسان یک جایگاه بسیار والای خودش رو میده و در مقیاس انسانی همراه با طبیعت سعی میکنه بهشت روی زمین رو پدید آورد. What makes Isfahan that different in its significance in comparison to other capitals and other cities? شاید بتونیم افزون بر مواهب و واقعا شرایط طبیعی این شهر که رود زاینده رود از رودهای بسیار بزرگ ایران هست که به اصفهان ختم می شود، رود دیگری در اصفهان داریم که رود فرهنگ اصفهان هست و شهر اصفهان رو تبدیل کرده است به یک شهر بین المللی بین ادیان پرشمار، مسیحی ها، کلیمی ها، زرتشتی ها و مسلمانان از ادیان و فرهنگ های گوناگون هستند که در واقع در این شهر در شرایط بسیار مسالمت آمیز با هم زیست میکنن و سعی میکنن باعث تعالی و ترقی این شهر بشن. Yes. And maybe this was reflected actually in the use of polychromatic tile as a surface ornament, which was known in other periods of Iranian history, but it was the Safavids who established colorful tiling as the most salient characteristic of Isfahan, of Iranian architecture, and this decorative style reached its zenith in Isfahan. Now, between modernity and preserving history, how do you, as architects, interfere and bear the responsibility for preserving the repertoire of Isfahan? In architecture, I mean. در واقع میتونیم که از این دوران به عنوان دوره‌ای که بدعت بسیار مهمی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی گذاشته شد نام ببریم. دوره‌ای که خلاقیت‌هایی رو در نه تنها معماری و سازی اون، بلکه در آرایه‌های وابسته به معماری انجام شد. از جمله کاشی‌های هفت رنگ، کاشی‌های معرق و گونه‌های ترکیبی آجر و کاشی که از ویژگی های این هنر هست واقعا در مکتب اصفهان بنیاد گذاشته شدند و مسئولیت بسیار مهمی را برای معماران امروز، معمارانی که تعهد دارند این خط فکری رو در آینده با شرایط و نیازهای روز اصفهان و ایران تطابق بدهند و به نوعی معماری در واقع مبتنی بر سنت و مدرنیته رو به وجود آورند. این هستش که شاید نوع فرمال و گونه های قوس ها نباید تکرار شود، اما روح، حال و هوا و فضای آن روز رو ما میتونیم با در نظر گرفتن نیازهای امروز باز تولید و سازگار کنیم با شرایط امروز کشورمون ایران و به خصوص شهر اصفهان. Right, my last question for you, sir, is the Friday Mosque. What's so exquisite and unique about the Friday Mosque? They say that the architects, they have used their mathematical and engineering abilities in trying to build the domes in the Friday Mosque. شاید افزون بر مباحث فناوری در معماری بتوان به فلسفه هنر،
فلسفه اشراق اون چی که باعث می شود شفافیت، سیالیت و در واقع استفاده از یک آرکیتایپ، یک کهن الگوی ایرانی مانند چلیپا در میانه این مسجد، مسجدی را پدید آورد که کاملا ایرانی است و بهش میگیم چهار ایوانی، چهار صفه، چهار طرف ساخت و یک رمز و رازی که شما در میدان که بر اساس رون اصفهانی شکل گرفته است و تا اندازه از قبله متمایز هست، شما را هدایت میکند این ورودی به سمت قبله و در واقع شما میتونید با گنبدخانه های زیبای اون ارتباط تنگاتنگی داشته باشید. بنابراین باز هم تأکید میکنم روی اصل شفافیت، روی اصل سبکی متریال و شکوفایی و بلندی این بنا که به خوبی میتوان با نور طبیعی و روز ارتباط تنگاتنگ و با طبیعت موجود بسیار رابطه در واقع محکمی رو برقرار میکنه نام برد. Yes, in three words, how do you describe Isfahan from an architectural perspective? از دیرباز میگفتن اصفهان نصف جهان، یعنی همه زیبایی‌ها نصفش واقعا باید در اصفهان باشه. We all do agree. از دیرباز میگفتن گنبدهای فیروزه‌ای، ولی امروزه باید بگوییم اصفهان شهری است که میتواند و باید خود را با تکنولوژی و با در واقع نگاهی به سوی آینده، با حفظ محیط زیست و با فناوری بیشتر تطابق بده، همزمان هویت تاریخی و دیرین خود را حفظ کند ولی پاسخگوی نیازهای آتی نیز باشد. Right. Dr. Mohammad Masoud, Professor of Architecture and Urban Design and Urban Planning, many thanks indeed for joining us. And we'll be joined after the break with your colleague, Professor Ramin Madani, who is also the Professor of Architecture at the Arts University of Isfahan. Always, thank you for joining us, sir. به سهم خود سپاسگزارم، انشالله که موفق و پیروز باشید. Thanks to you. Our pleasure. Thank you, sir. اذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. لعل جامعة أصفهان للفنون هي ليست فقط صرحاً تعليمياً وتربوياً، بل هي تتمتع بتاريخ عريق حيث يمكن للمرء أن يحضر في هذا المكان الآسر ويدرس ويدرس فيه ويتعلم منه الكثير. دكتور رامين مدني، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة أصفهان للفنون، يروي لنا حكاية هذا المبنى الجميل والعريق. این فضایی که ما الان درش هستیم در واقع باقی مانده ای از دولتخانه صفویه که در زمان در دوره صفوی ساخته شده و قسمتی از فضاهای جنبی کاخهای صفویه. بحث تأثیر معماری و کیفیت فضا بر آموزش و آموزش معماری و شهرسازی یک امر اثبات شده ای امروز. بر اساس همین نگاه و رویکرد، شاید اولین فضایی بود که در ایران برای آموزش معماری و دانشکده معماری شهرسازی در نظر گرفته شد. عمارتی که در سمت راست شما هست، عمارت جمعخانه قزلباشان صفویه در دوره صفویه و فضاهای اطراف هم تقریبا بر اساس شواهد و آثاری که به دست آمده و در مطالعات به دست آمده بازسازی شده، قسمت‌های مرمت شده و امروز شاهد این فضای بسیار غنی و با کیفیت هستیم برای تدریس معماری. It seems that it's always under construction and repair, not only I mean here but also most of the architectural landmarks across the city in Isfahan, they are always in a state and a cycle of restoration and reconstruction. Is it to preserve the old history and, you know, have some tints of modernity in it? آنچه که اینجا اتفاق افتاده، سعی شده که بر اساس در واقع معماری مکتب اصفهان و آنچه که در دوره صفوی
حالا یا در این بنا یا در بناهای غیر بوده ساخته بشه و افرادی هم که در مرمت و بازسازی اینجا شرکت داشتن شناخت خوبی داشتن از معماری مکتب اصفهان و معماری شهر اصفهان در دورهای تاریخی مختلف. بنابراین به نظرم میرسه با توجه به این فضایی که الان حادث شده و اتفاق افتاده و شواهد و قرائنی که ما در شهر اصفهان و در مکتب اصفهان داریم، اون چیزی که الان هست فضای با کیفیتی که هم بتونه اون اصالت‌های معماری اصفهانی رو داشته باشه، هم تا حدود زیادی نیازهای روز استفاده کننده ها شامل اساتید و دانشجویان رو بتونه رفع بکنه. در مجموع اتفاق خوشایندی. Right. Now we are sitting in a place here outside. It's not inside the buildings, but we can hear the echo of our speaking. Why? Of the words. There is a kind of echo here under those arches. خب شاید این هندسه‌ای که در فضا الان داریم و این سقف‌هایی که این فرم خاص رو دارن بی تأثیر نباشن در این اتفاقی که در مورد صدا در اینجا میفته، ولی کم کاری که من و شما الان داریم انجام میدیم شاید در این فضا مناسب نباشه برای کنترل صوت و صدا. نمیشه گفت که این یک برنامه، یک امر برنامه ریزی شده است، نه، ولی کم خب فرم معماری و هندسه معماری در این امر بی تأثیر نیست. اوج این اتفاق رو البته مثلا در زیر گنبد مسجد شاه که فاصله کمی هم با ما داره شما میتونید ببینید. Exactly. Exactly. Through the Department of Architecture here, how do you contribute to the architecture of the city, to studying it more, to putting your touch not only by the teaching process but also by applicable methods in the field of architecture in Isfahan? من میتونم برای پاسخ به شما دو دسته رو ذکر بکنم. ببینید، یکی برنامه و محتوای آموزشی و پژوهشیه که ما در دانشگاه هنر اصفهان داریم و در قسمت‌هایی از پژوهش‌هایی که اساتید و دانشجویان انجام میدن، یکی از رسالت‌های ما پرداختن به معماری و شهرسازی مکتب اصفهان و همچنین مطالعه مکتب اصفهان. از طرف دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای که اساتید و دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه در سطح جامعه دارند که یک فعالیت شاید غیر رسمیه که تأثیر گرفته از تأثیر همین فضا و همین رویکرد در نظام فعالیت حرفه‌ای. یکی هم فعالیت رسمی ماست بر اساس سیلابس ها و شرح درس ها که ما سعی میکنیم با یک رسالت منطقه‌ای و در واقع بومی که نگاه میکنیم به آموزش تا حد زیادی بتونیم یافته های خودمون رو در مورد مکتب اصفهان و رویکرد معماری و شهرسازی اصفهان در جامعه جاری بکنیم. البته تا اون حد مطلوب فاصله زیادی هست، ولی کن در دوره‌های مختلفی که مشغول آموزش و پژوهش هستیم اتفاقات خوشایندی در حال رخ دادن. Hopefully. Now, why do they refer to Isfahan when they want to describe it as the hidden jewel of Iran? ببینید، شاید ما شهرهای زیبا در جهان اسلام زیاد داشته باشیم. شاید معماری های خاص رو در کشورهای مختلف زیاد ببینیم، آثار برجسته معماری رو زیاد ببینیم، اما وقتی که ما در مورد اصفهان صحبت میکنیم یکی از تجلیات بحث ما خود شهر در قالب یک فضای فیزیکی است. خب این فضای فیزیکی محدوده جغرافیایی داره و در ادوار مختلف این محدوده تغییراتی کرده. بحث اصلی ما و نقطه تمایز اصفهان
بحث نظریشه، یعنی آنچه که ما به عنوان مکتب اصفهان صحبت میکنیم. معدودند شهرهایی که درشون یک مکتب متجلی بشه. مکتب به چه معنا؟ مکتب به این معنا که شما وقتی که در مورد اصفهان صحبت میکنید فقط شهرسازیش نیست که زیباست، معماریش نیست که الگو داره. شما در مکتب اصفهان با یک جهانبینی مواجه هستید که در این اقلیم شکل گرفته. Exactly. این جهانبینی در وجوه مختلف زندگی تسری پیدا کرده، در وجوه مختلف تفکر تسری پیدا کرده. فلسفه، history, philosophy, در فرهنگ، astronomy, در معماری، در خوشنویسی، در نگارگری، در شعر، در ادبیات، calligraphy, crafts. بنابراین شما در اصفهان در یک زمینه کالبدی فقط مواجه نیستید، با یک جهان به هم آمیخته ای مواجه هستید، با یک فرهنگ و با یک تمدن مواجه هستید. بنابراین صحبتی که شما میکنید که چرا اصفهان مثل یک نگینه، به خاطر اینکه یک آرمان شهره، اقتصاد متعالی خودش رو داره، فرهنگ متعالی خودش رو در دوره پیدا میکنه، موسیقیش، نگارگریش و عالم هنرش. حتی تخیل در مکتب اصفهان تخیل مترقی تری که جان مایه هنره. Yes, my last question for you, sir, is that describe Isfahan in three words. خیلی سخته. خیلی سخته. Yes, sure. من در واقع خیلی از این سوال شما انتظار این سوال رو نداشتم. در مورد اصفهان خیال، نور و معنا. Excellent, excellent, amazing. Dr. Ramin Madani, Professor of Architecture at Isfahan University of Art. Thank you very much for joining us from this beautiful premises, sir. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این جلسه ما جلسه مفیدی باشه. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم. و امیدواریم که این جلسات مداوم باشه و پیام رسان مکتب اصفهان به کشور خودتون و به هم انشالله. Thank you very much again, sir. Thank you. إذن لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل. من كل فريق عمل برنامج من كل الميادين من أصفهان، السلام عليكم ورحمة الله.